امروز میخوام باهاتون درباره کابوس شاه و دنیا صحبت کنم جنگنده میگه 25 جنگنده مخوف شوروی در اون دوران که دغدغه دق کل کشورهای دنیا شده بود و به خصوص شاه ایران رو به شدت اذیت میکرد و شاه با زیرکی و نقشه خاص تونست اثر میگه 25 رو خونسا کنه حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشید تا درباره این پیروزی تاریخی ایرانی ها بهتر بشنویم پرواز در ارتفاع خفناک فراتر از سی هزار متری سطح زمین و در درون لایه استراتوسفر با سرعتی صدود سه ماخ جایی که دست موشک ضد هوایی برای ساقط کردنش کوتاه بود جایی که میتونست هر چیزی رو که میخواست ببیند بدون آنکه دیده شود و دیدنش بر روی صفحه رادار آواکس ها وحشت آور بود زیرا می توانست بسیار بالاتر از آواکس ها پرواز کند و از آن بالا آواکس را شکار کند این ناپیدای شکست ناپذیر میگ 25 بود جنگنده ای که سالها بر روی تمام آسمان دنیا پرواز کرد بدون آنکه کسی بداند در اواخر دهه 1950 ایالات متحده آمریکا شروع به طراحی بمبافکن مافوق صوت بی 70 کرد این بمبافکن سنگین جهت بمباران هسته‌ای اتحاد جماهیر شوروی ساخته شده بود در مقابل شوروی هم برای مهار این بومفکن دست به طراحی جنگنده شکاری با سرعت بسیار بالا و ارتفاع پروازی بسیار زیاد زد یعنی همان میگ 25 هرچند پروژه بی هفتات هیچگاه در آمریکا به مرحله عملیاتی نرسید اما پروژه میگ 25 ادامه یافت و سرانجام منجر به ساخت سریع ترین جنگنده جهان شد کشورهای بسیاری با مشکل پروازهای جاسوسی میگ 25 مواجه بودند حتی کشورهای نظیر ژاپن و اسرائیل که پیشرفته ترین جنگنده آن سالهای آمریکا یعنی F4 فانتوم را در اختیار داشتند اما فانتوم های آنها قادر به رهگیری میگ 25 نبودند میکا می آمدند و عکس هایشان را می گرفتند و بعد هم از دست فانتوم ها فرار می کردند از دیگر کشورهایی که مورد حجوم جاسوسی میگ 25 شوروی قرار می گرفت همسایه جنوبی شوروی یعنی کشورمان ایران بود چرا که F4 و F5 های ما قادر به رهگیری و انهدام میگ 25 نبودند به همین دلیل و نیز به دلیل دیگر محمد رضا تصمیم گرفت با خرید جنگنده برتر این نقیصه را برطرف کند پیشنهاد اولیه ایران جنگنده تهاجمی F111 بود که با مخالفت آمریکا مواجه شد پس از آن توجه ایران به سمت پیشرفته ترین جنگنده های آن دوران یعنی F14 و F15 معطوف شد به طوری که خود شخص محمد رضا شاه برای بررسی بیشتر به آمریکا سفر کرد و خود سوار بر جنگنده F14 شد سرانجام و پس از کش و های فراوان قرارداد خرید 80 فروند جنگنده F14 با آمریکا به امضا رسید اف های خریداری شده ایران مجهز به راداری افسانه بودند که به گفته بسیاری از خلبانان مانند یک مینیاکس عمل می کردند. راداری که اف 14 را قادر به شناسایی و آنالیز اهداف از فاصله 300 کیلومتری و انهدام آنها در فاصله 150 کیلومتری می کرد این رادار می توانست چندین هدف را شناسایی کرده و همزمان بر روی 6 هدف قفل راداری انجام دهد و به سمت هر کدام موشک جداگانه شلیک کند برتری بعدی این رهگیر افسانه ای نسبت به دیگر جنگنده ها داشتن موشک قدرتمند فونیکس بود که تا سالها هیچ رقیبی نداشت این موشک می توانست بمب ها را در فاصله 160 کیلومتری مورد هدف قرار دهد در واقع توانایی رادار و موشک F14 به گونه ای بود که انگار شما یک سیستم موشکی S300 یا پرتفایت در آسمان داشته باشید. در ماه اوت سال 1977 میلادی نیروی هوایی شاهنشاهی ایران یک فروند هواپیمای شناسایی شوروی را مورد رهگیری اف 14 قرار داد با این هشدار شوروی به پرواز جنگنده های شناسایی میگ 25 خود بر فراز آسمان ایران پیان داد این گونه شاه با دوراندیشی برای تجهیز نیروی هوایی ایران از طریق خرید برترین جنگنده زمان خود به جولان جنگنده های اتحاد جماهیر شوروی در پهنه آسمان ایران پایان داد. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید حتما نظرتون رو درباره این اقدامش را برای ما بنویسید و فراموش نکنید که با لایکاتون از ما حمایت کنید راستی اگر میخواید ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید